خدایا، ای که دعا می شنوی، نزد تو دعا می کنم. خداوند صدای گریه مرا شنیده است. خداوند التماس مرا شنیده است و دعای مرا مستجاب نموده است. ای خداوند، خداوند ما، چه مجید است نام تو در سراسر جهان و جلال تو بالاتر از آسمان ها. خداوند، دعا می کنم که خواست و اراده تو در زندگی من انجام بشه. خدایا، مشکلاتمو می دونی، می طلبم که به اراده تو تموم بشه. خداوند، تو نیاز من هستی. اگر تو با من باشی، من بی نیاز از هر چیز هستم. آیا شما هم امروز دعایی به درگاه خدا دارید؟ آیا اصلا فکر میکنید دعا کردن واجبه؟ در مورد دعا چی فکر میکنید؟ بیایید با ما در این برنامه تجربه ها همراه باشید تا کمی در مورد دعا با همدیگه فکر کنید. همراه ما باشید عزیز. با سلامی گرم خدمت شما بینندگان تلویزیون سرسبن پارس، خوشحال هستم که یک بار دیگه در برنامه جدید از برنامه تجربه ها در خدمتون هستم. عزیزان، امروز برنامه ما راجع به دعاست. دعا چیست؟ آیا دعا یک رابطه یک طرف است؟ آیا ما میتونیم به کسی تلفن بزنیم اما صدایی نشنویم و فقط صحبت کنیم، مقعد کنیم؟ دعا رابطه دو طرفه بین ما و خدای زنده است. دعا تنفس یک مسیحیه. ما به واسطه نجات وارد ملکوت خداوند میشویم. اما اگر ما فکر کنیم در این پادشاهی، در این باغ بزرگ خداوند کلید اتاقا رو نداشته باشیم، نمیتونیم از امکاناتمون استفاده کنیم. دعا کلیدیه که درهای بزرگی رو برای ما باز میکنه تا در رابطه مستقیم با خداوندمان قرار بگیریم. امروز من و ناهید جان میخواییم راجع به دعا صحبت کنیم که چطور میتونیم دعا کنیم. ناهید جان، منم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و خیلی ممنون هستم که باز بار دیگه ما و برنامه تجربه ها رو به خونه های خودتون دعوت کردید و پذیرای ما شدید. متشکریم و خیلی خوشحال میشیم که نظرات شما عزیزان رو هم بدونیم. شما در مورد دعا چی فکر میکنید؟ شما چه تجربه ای از دعا کردن و جواب دعا گرفتن دارید؟ با ما در میون بگذارید تا در برنامه های آینده تجربیات شما رو با مردم ما در میون بذارید. دعا کردن، اصلا یک مسیحی نمیتونه بدون دعا کردن زنده بمونه. مژگان جان، مثل اونی که بچه به دنیا بیاد ولی نفس نکشه، آنان میمیره. اولین چیزی که یک بچه یاد میگیره وقتی که به دنیا میاد نفس میکشه، و ما در دعا کردن این نفسیه که میکشیم، دم و بازدم ماست. دعا کردن و کتاب مقدس خوندن، این دوتا با همدیگه راه میرن. نفس میکشیم و نفس رو بازدم پس میدیم. دعا میکنیم و کتاب مقدس میخونیم. دعا میکنیم، صدامون رو به خدا میگیم، کتاب مقدس میخونیم و صدای خدا رو میشنویم. یک مزیتی که ما در دعای مسیحی داریم اینه که ما بدون واسطه دعا میکنیم. این خیلی قشنگه، واقعا عالی و بی نظیره. مثل میمونه که مثلا من امروز بخوام برم به پرزیدنت اوباما یک پیغامی رو برسونم، خب همینطوری نمیتونم برم در بزنم، برم تو بگم ببخشید سلام خونه هستید، اومدم یه چایی بخورم و یه صحبتی باهاتون داشتم. باید اون اول به دفترش بگم، تلفن کنم، وقت بگیرم، به این بگم، اون به اون بگه، اون به اون بگه، تا آیا پیغام من بره به دست آقای اوباما برسه یا نرسه. این وسط را ممکنه بعضی هم بگن نه، همچین چیز واجبی هم نیست که با اینو انجام بدیم، مثلا لزومی نداره ما به آقای اوباما بگیم. در مسیحیت ما به کسی نمیگیم اینو لطفاً به خدا از طرف من بگو، چون پرده ای دیگه بین ما و خدا نیست. در عهد عتیق در هیکل وقتی قوم دعا میکردن،
یه پرده ای بود بین قدس و الاقداس که جایی بود که مقدس‌ترین مکان بود و حضور خدا بود و مردم. یه پرده ای بود فقط کاهن اعظم سالی یه بار میتونست بره اون طرف. ولی الان در صلیب عیسی مسیح اون پرده از آسمون به طرف پایین پاره شد و دیگه هیچ چیزی بین ما و خدا نیست. من راحت با همین زبان خودم، لازم نیست که حتما به زبان عیسی مسیح که مثلا آرامی بود یا عبری بود بخوام صحبت بکنم که عیسی مسیح متوجه بشه. به همین زبان فارسی خودم، شما با زبان کردی خودتون، عزیزان من با زبان لوری، بلوچی و تمام زبانهایی که دارید میتونید با خداوند صحبت بکنید و او صدای شما رو میشنوه و بیشتر از میشنوه بگم مشتاقه که بشنوه، خوشحال میشه که بشنوه، منتظره که بشنوه. پس ما با چنین خدایی صحبت میکنیم. ما با یک آدم ناشناس صحبت نمیکنیم. حالا فکر کنید امروز به شما میگن که برین در این مورد مثلا صحبت بکنید. خب شما اولین سوالی که میکنید بینندگان من کیان؟ اون کسانی که اینجا حضور دارن من میخوام برم براشون سخنرانی کنم کیان؟ آیا دانشجو هستن، پزشکن، نمیدونم خانه‌دار هستن، معلم هستن؟ میخواین بشناسید که با کی دارید صحبت میکنید. اگه ما خدا رو نشناسیم چطوری میتونیم با او صحبت بکنیم؟ یک مشت الفاظ خشک بدون روح از دهان ما در میاد بیرون و مثل این کار یه چیزی رو فقط تکرار میکنیم. فکر کنید دعای ربانی رو هر روز و هر روز و هر روز بدون اینکه بهش فکر کنیم ما تکرار بکنیم. در صورتی که ما خدا رو میشناسیم، او خدای پرمحبته، خدایی که نه فقط زمانهایی از روز من اجازه دارم برم پیشش، اون میاد بر صندلی خودش میشینه و عبادات مرا قبول میکنه. تمام 24 ساعت من میتونم برم در حضور خدا و با او دعا بکنم و پرستشش بکنم، ستایشش بکنم، اعتراف بکنم، شکرگزاری بکنم، نیازهامو بگم، نیازهای دوستامو بگم، برای مژگان دعا بکنم، برای پسرش دعا بکنم، برای اون دوستم دعا بکنم. ما با چنین خدایی روبرو هستیم، خدایی که ناشناخته نیست. در عیسی مسیح ما خدا رو کاملا شناختیم و حالا یک رابطه شناخته شده دو طرفه خیلی راحت رو با هم داریم. فکر میکنم این موضوع خورده باعث میشه که ارتباط ما با خدا گرمتر بشه و صمیمیتر. اینطور فکر نمیکنی؟ دقیقا. و چیزی که توی این رابطه خیلی مهمه که گرمتر بشه و صمیمیتر، این که ما وقتی که میدونیم داریم به چه خدایی دعا میکنیم پس نمیترسیم. ما وقتی که این رابطه صمیمی رو داریم با خداوند از به حضور اون رفتن نمیترسیم. خیلی وقتا ترس باعث میشه که ما به حضور خدا نریم، خیلی وقتا ترس باعث میشه که ما هرچی که در دل داریم نگیم، رو نکنیم. اما خیلی مهمه که ما بدونیم این خدایی پر از محبت، فیض، بخشش امروز ما رو پذیرفته، امروز میخواد صدای ما رو بشنوه و در این ارتباط دو طرف است. خدا، هدف خدا از خلقت این بوده که ما ارتباطی دو طرف داشته باشیم. خدا از روز اول در باغ عدن با آدم و حوا صحبت میکرد، اونها صدای خدا رو میشنیدن. خیلی مهمه که ما به حضور خدا بدون ترس بریم و بدونیم که در حضور خدا کمال خوشیه، در حضور خدا کمال خوشی است و در دست راست خدا جمیع لذت هاست. و این نترسیدن و این رابطه صمیمی داشتن باعث میشه که ما این رابطه به قول شما خیلی گرمتر بشه، صمیمیتر بشه، بهتر شناخت پیدا کنیم نسبت به همدیگه و همدیگه رو بشناسیم. ما نزد شاه شاهان داریم میریم، ما داریم پیش خداوند قادر مطلق میریم. البته که ما باید با احترام به حضور خداوندمون بریم، اما ما بدونیم که ما فرزند این شاه شاهان، پادشاه پادشاهان هستیم، ما وارثان هستیم و دیگه غلام نیستیم. نه.
مثل اونی که وقتی که من و شما بار اول همدیگر رو دیدیم زیاد چیزی در مورد همدیگه نمیدونستیم، ولی روز به روز و سال به سال که از آشنایی ما میگذره همدیگر رو بیشتر میشناسیم و وقتی که از ایمان ما یه مقدار سالها میگذره یا ماها میگذره ما رابطمون با خدا صمیمیتر، گرمتر و بهتر میشه، برای اینکه خدا رو بهتر میشناسیم. پس باید ما خیلی وقت بدیم برای شناخت خدا. حالا یه نکته اینجا میمونه، چه کسی میتونه دعا بکنه؟ آیا همه میتونن دعا بکنن؟ عیسی مسیح یه مثلی میاره وقتی که این سوال رو ازش میکنن در مورد دعا کردن. میگه که دو نفر با هم دیگه میرن هیکل که دعا بکنن. هیکل خب میدونی مکانی بود که یهودیان میرفتن اونجا برای پرستش در اورشلیم. دو نفر با هم میرن هیکل دعا بکنن. یکیشون فریسی بود. فریسی به کسانی میگفتن که به اصطلاح امروز ما خیلی مذهبی بودن. خیلی مذهبی. همه چیزو خط‌کشی بکنن، این اینجوری شد، اون اونجوری شد و فقط قانون مذهب براشون خیلی مهم بود. نه روح مذهب. خیلی خشک بودن به اصطلاح. از طرفی یه باجگیرم اون طرف. باجگیرها اون روزها مورد نفرت مردم بود. برای اینکه باید از مردم مالیات میگرفتن میدادن به رومیا. این دوتا با هم وارد هیکل میشن که دعا بکنن. باجگیر از اونجایی که میدونست گناهکاره با یه حالت شرمنده و اعترافی سرشو میندازه پایین، میگه خدایا حتی سرم هم نمیتونم بکنم بالا. سرشو میندازه پایین، نمیتونه به آسمان از خجالت نگاه بکنه، به سینه خودش میزنه و میگه خداوند بر من مسکین گناهکار ترحم فرما. اعتراف میکنه که گناهکار، هم چیز زیاد دیگه هم نمیگه، ولی میگه این رو به خدا گفت. ولی وقتی که در مورد باجگیر میخونی، مثلا نمیگیم که نمیخونیم که میگه به خدا دعا کرد. فریسی بله، میگه که فریسی دعا کنه که میگه خداوند شکر میکنم که مثل این باجگیر نیستم. خیلی حقیر میکنم، مثل این نیستم. من هفته دو روز روزه میگیرم، ده یکم رو میدم، این کارو میکنم، شریعتم رو نگه میدارم. خلاصه همه کارها و کارهایی رو که کرده بود برای خدا چیکار میکنه؟ بیان میکنه و به رخ خدا میکشه. من این همه کردم و بالاخره یه جوری تلافیش بکن. اون کلام خدا میگه باجگیر دعاش پذیرفته شد و به خانه خودش رفت. نجات، توی این قسمت ما یه اگه اجازه بدین مصاحبه کردیم از افراد و نظر اونا رو پرسیدیم. سوال ما اینه که آیا وقتی به حضور خدا میرین مثل این باجگیر که میگه شما میگین دو حالت بوده، خجالت میکشیم و چرا ما باید خجالت بکشیم و چه وقتی باید خجالت بکشیم؟ عزیزان بیننده با هم مصاحبه رو نگاه میکنیم در رابطه با دعا. خیلی خوشحال میشیم شما هم جواب بدین به این سوالا و بعدم برای ما بفرستین. با ما همراه باشین در قسمت بعدی. اینکه در دعا از خدا خجالت بکشیم نشانه چیه؟ آیا این خوبه یا بده که از خدا خجالت بکشیم؟ من فکر میکنم اگه نتونیم اون رابطه درست و با خدا به عنوان پدر و فرزندی بپذیریم، شاید خیلی وقتا خجالت بکشیم یا موقعی که گناهی تو زندگیمون هست که نمیتونیم به خدا نزدیک بشیم. این ممکنه نشانه این باشه که ما رابطه شفافی نداریم با خدا و یا اینکه دیدی که از خدا داریم یک دید غلطه و شاید مثلا خدا رو مثل پلیس فرض میکنیم، نه مثل یک پدر. من خودم شخصا هیچ وقت خجالت از خدا نمیکشم، چون میدونم که همه چیزو میبینه بیشتر از اون چیزی که خب ما بدونیم. ولی به نظر من یکی از مشخصاتهای هم میتونه خوب باشه هم میتونه بد باشه. اگه بخوای خوب بهش نگاه بکنی، مشخصه اینه که خب خدا رو خیلی بزرگ داری میبینی یا یه جوری وجه احترام گذاشتن خیلی بیش از اندازه است. ولی اگه مثلا بد داری بهش نگاه میکنی، اون قسمتیه که خودتو خیلی تو گناه میبینی و بعد احساس میکنی که شاید الان به خاطر اینکه توی یه گناه بزرگ هستی یا خودتو خیلی مرتکب یه جرمی میبینی. خب بستگی داره که چجوری نگاش کنیم. اگر منظورتون از خجالت ترس از خداست، این خوبه. ولی اگر اینکه خجالت میکشید به خاطر که فکر میکنید خدا انقدر دوره که نمیتونه به تو نزدیک بشه و
از رو به خاطر اون بهش نزدیک نمیشی، خب نه این خوب نیست. خوب نیست مطمئنا، نمیگم کاملا بده، ولی خوب نیست، چون بالاخره خدا کسیه که ما رو به دنیا، در واقع ما رو آفریده، ما رو به دنیا آورده، پس کسی که اینقدر با ما نزدیک هستش که اینطوری ما رو خلق کرده، چرا باید ازش خجالت بکشیم؟ خیلی وقتا برای خود من پیش میاد، دلیلش این میتونه باشه که من شاید اشتباهی در گذشته داشتم، در روز قبل کار اشتباهی کردم، گناهی رو مرتکب شدم. وقتی به حضور خدا میرم که دعا بکنم، خب احساس خجالت دارم. ناراحت نیستم از این خجالتی که دارم، چون خداوند میگه خوشا به حال ماتمیان، نه اونا که در گریه هستن، بلکه اونا که اون ماتم اون گناه خودشونو دارن. و اون لحظه خوشحالم، توبه میکنم و باز به دام ادامه میدم. خوب و بد که نمیشه بهش گفت خوب و بد. من فکر میکنم که اگه کسی بگه من خجالت میکشم، اصلا خدا رو نشناخته. رابطه ما با خدا رابطه فرزند و پدر هستش. من دختر خدا هستم، پس در دعا اصلا خجالت نمیکشم، برای اینکه اون رو شناختم، اون رو حس میکنم در تمام لحظه ها، و برای همین نیازی به خجالت ندارم که بخوام اصلا بیانش بکنم. و هر کسی دیگه به این صورت وقتی شناخت پیدا کنه از خداوند به عنوان یک پدر، به همین سادگی میتونه با خدا رابطه داشته باشه و خجالت اصلا معنایی برش نداشته باشه. به نظر من خجالت کشیدن در حضور خداوند یه حالت، یعنی باید در حضور خدا فروتن باشیم، متواضع باشیم، ولی اون بین ما و خدا نباید حالت خجل بودن باشه. ما خجالت شاید اشتباهات و گناهایی که خودمون کردیم در از خجالت میکشیم که در حضور خداوند میخواییم صحبت کنیم. خب عزیزان، مصاحبه ها را دیدیم، شما چه جوابی دادین؟ آیا شما از حضور خداوند خجالت میکشین؟ آیا با احترام به حضور خداوند میرین؟ آیا میتونی یک رابطه راحت با خداوند شما داشته باشین؟ نایی جان، شما هم دیدین مصاحبه را، اکثرا جواب دادن که بعضی گفتن که نه خجالت نمیکشیم، چون که اگه خجالت بکشیم ما دیگه اون آزادی رو نداریم، انگار با خدا رابطه پدر فرزندی نیست و خوب نیست که خجالت بکشیم، اگر هم خجالت میکشیم پس یه مشکلی هست. بعضی دیگه از عزیزان اشاره کردن که اگر این دائم باشه خجالت کشیدن به حضور خدا، پس یعنی انگار یک گناه اعتراف نشده ای هست و این باید ریشه یابی بشه که چرا ما همیشه میخواییم به حضور خدا بریم پس خجالت میکشیم. اما اگر به خاطر گناه باشه، خب ما یه گناهی رو انجام دادیم و الان انقدر خجالت میکشیم، پس این میشه یک هشدار روح القدس که ملزم شدیم به گناه و به خاطر این خجالت میکشیم. اکثر عزیزان معتقد بودن نه خجالت نداره و ما میتونیم یه رابطه خیلی آزادی داشته باشیم، مگر اینکه گناهی را انجام داده باشیم. شما چی فکر میکنین؟ منم اوائل ایمانم حالا فکر میکردم که خب خدا خیلی بزرگه، من خیلی کوچیکم، خیلی باید حتما بعضی چیزها رو رعایت بکنم، آه ای خداوند، مثلا نمیدونم آیا حتما باید با آیات کتاب مقدس دعا بکنم، چون مثلا شنیدم اون یکی با اول دعاش آیه کتاب مقدس خون، چون زیاد آدم رشد نکرده، بلد نبودین، نمونه زیاد میگرفتیم از دعاهایی که اون روز، اون سالها، مثلا اون ایام توی کلیسا میشد. ولی بعدها یاد گرفتم که نه، وقتی که سرم رو میندازم پایین، یا سرم رو گاهی میگیرم بالا، یا همطور که دارم کارم رو میکنم و دعا میکنم، به همون راحتی میتونم با خدا صحبت بکنم. ولی وقتی که یه کار اشتباهی کردم، یه وعده‌ای با خدا داشتم و شکوندم، خب بلتب خیلی راحت نمیتونم برم بگم وای خدا نمیدونی من این کار رو کردم، اشتباه کردم. همونطور که یک بچه از خطای خودش خجالت میکشه، ما هم وقتی که خطا کردیم در حضور خداوند شرمگین هستیم و اول میخوایم اون شرم رو برداریم. و این خیلی خوبه نایه جان، این الزام روح القدس خیلی خوبه اگه همراه ما باشه و اینکه ما واقعا خجالت میکشیم به حضور خداوند، که بارها و بارها ممکنه بعضی وقتا خیلی قول دادیم، چندین بار گفتیم خدای دیگه نمیکنم، قول میدم خجالت میکشم،
اما باز میریم انجام میدیم. ولی چیزی که خیلی مهمه اینجا داشتن این روحیه فروتنیه و اینکه نترسیم که به حضور خدا بریم. مثال خیلی قشنگی زدین تو قسمت اول راجع به باجگیر و فریسی که باجگیر واقعا داشت به خودش دعا میکرد، یعنی از خودش میگفت، از اون ضعف خودش برای خداوند میگفت که خدایا بر من گناهکار رحم کن. و چیزی که اشاره کردین راجع به فریسی بود که خداوند را ببین من مثل این نیستم. در واقع خیلی وقتا که نه، ولی دیده شده بعضی از وقتها ما تو دعاهامون داریم به دیگران یه چیزایی رو میگیم. با خدا صحبت نمیکنیم، با اون صحبت میکنیم، چیزایی که خودمون رومون نمیشه مستقیم بگیم، یا که میخوایم به دیگران بفهمونیم راجع به یه شخص دیگه، در دعا به زبان دعا میایم دیگران رو میگزیم و میایم مثل اون فریسی رفتار میکنیم که خدایا تو رو شکر کنم که مثلا منو از گناه مثلا فقط اسمش رو نمیاریم دیگه، عکسش رو نمیچسبونیم اون وسط، چنان قشنگ مشخصات میدیم تو دعا که دیگران بفهمن برای دوستمون، برای خواهر برادر دیگه‌مون چه مشکلی به وجود اومده و داغ دل خودمون رو توی دعاهامون خالی میکنیم. و این اصلا قشنگ نیست. این رابطه بین من و خدامه، نه بین من و دیگران. این رابطه زنده باید باشه، رابطه باشه که من و خدا با هم گفت و شنود داشته باشیم. ما بگیم و توی مطالعه کتاب مقدس، توی موعظه، توی مکاشفه هایی که خداوند از طریقای خاص خودش برای هر کسی بر حسب اراده خودش باز میکنه از خداوند بشنویم. و این نباید وسیله باشه برای گزیدن هم. دعا باید پرستش خداوند باشه، باید شکرگزاری باشه، باید اون اعترافات ما باشه به خداوند، باید درخواست های ما باشه به خداوند. ما، درخواست من، رابطه من با خداوند خودم. و این خیلی مهمه که در دعا ما حتی بتونیم باعث برکت دیگران هم بشیم، نه که دیگران رو بگزیم. من فکر میکنم اگر واقعا صادقانه به حضور خدا بریم، انقدر خودمون رو آلوده میبینیم که دیگه به آلودگی این نگاه نخواهیم کرد. تمام وقت رو صرف تمیزی و طهارت خودمون خواهیم کرد. یا با هم دیگه چند تا مثال بیاریم از کتاب مقدس از دعاهای جواب گرفته شده. من و تو زندگی های خودمون جوابای دعا خیلی داریم. مطمئن هستم که تک تک بینندگان عزیزم اگر بخواین جواب دعاهاشون رو برای ما بنویسن، کتاب ها خواهند نوشت. یه چند نمونهش رو برای ما بفرستید کافیه. ولی امروز یه سری به کتاب مقدس بزنیم، ببینیم که خدا چه دعاهایی رو توی کتاب مقدس جواب داد و چه دعایی رو جواب نداد. مثل دعای حنا تو اول سموئیل. عزیزان به خاطر کمبود وقت نمیتونیم همه آیه ها رو بخونیم، اما در اول سموئیل باب 1 آیه 9 تا 11 و 17 18 و 20 میبینیم که چطور حنا از صمیم قلب، از ته دلش به خداوند دعا میکنه، گریه میکنه و حتی طوری این دعا میکنه که کاهن ایلی می فکر میکنه که اون مسته و چنان توبیخش میکنه. بله، با تمام وجودش این دعا رو به حضور خدا میبره برای اینکه درخواست فرزند داشته و میبینیم که چطور خداوند به اون فرزندی رو میده و اون رو خوشحال میکنه. بله. و دعای دیگه ای که خداوند جواب میده تو کتاب مقدس میخونیم دعای ایلیا هست. می‌بینیم که بر حسب دعای ایلیا باران نباریده بود، قحطی میشه. عزیزان اگر میخوان مطالعه بکنن خودشون، فصل 17 کتاب اول پادشاهان میتونن این داستان رو پیدا بکنن. خدا به ایلیا میگه که خب از اینجا پاشو برو فلان جا تا من اونجا به تو قضا بدم و تو رو فعلا از مردن نجاتت بدم. ایلیا میره اونجا، میبینه که یک پیرزنی اونجا هست، میگه که حالا به زبون امروزی خودمون، مادر چیزی داری بدی ما هم بخوری؟ میگه که نه، چیز زیادی ندارم، دیگه هر چی که بوده بارون نیومده تموم شده، فقط یه ذره روغن دارم، یه ذره آرد دارم، میرم اینو درست کنم خودم و پسرم بخوریم، چون آخرین وعده غذایمونه، بعدش هم دراز بکشیم بمیریم.
طفلک. بعد ایلیا میگه که خب ببین، تو اول برای من یه لقمه درست بکن و بعد برای خودت و بچت. خب اون شخص هم چون ایلیا نبی بوده، خب دیگه حالا پیرزنه میگه نداره، خودم یه لقمه کمتر میخورم. درست میکنه، اول به ایلیا میده و بعد برای خودش و بچهش هم درست میکنه. ولی بعد نگاه میکنه میبینه ای ظرف غذاش، این ظرف آردش همون قدی که بوده هست، ظرف روغنش هم همون قدی که بوده هست. و تا تمام ایامی که قحطی بود و ایلیا اونجا مونده بود، این ظرف روغن تمام نمیشه، این برکت خدا تمام نمیشه. ولی در این بین یه اتفاقی میفته، پسر بیوه زن میمیره و بیوه زن شروع میکنه عصبانی شدن به ایلیا. این چه کاری بود کردی؟ اومدی اینجا ببینی ما چه گناهایی میکنیم؟ به خدا بگه خدا ما رو توبیخ بکنه، بچه ما بکشه. اصلا کاش نمیومد. حالا ما اگه بودیم نگه نمیدونم ما چی میگفتیم. میگفتیم سیرت کردیم، حالا بچه رو هم کشتیم. و ایلیا دعا میکنه برای اون بچه و میبینیم که خداوند اون بچه رو زنده میکنه و به مادرش برمیگرد. این هم یک نمونه دیگه از جواب دعا. و نمونه دیگه مثل دعای سلیمان برای حکمت که توی اول پادشاهان 3:5-14 میخونیم که سلیمان هیچ چیزی رو از خدا دریافت تقاضا نمیکنه و حکمت خداوند رو میخواد. و میبینیم که سلیمان در زمان خودش حکیم و هنوز هم که از حکمت سلیمان بر سر زبان هاست. و خیلی وقتا میبینیم که دعایی که بر مبنای واقعا نیاز و با تمام وجود به حضور خدا بلند بشه، مطمئنا خدا جواب میده. خدا بارها گفته بکوبید که برای شما باز کرده میشه، به طلبید که به شما داده میشه. نای جان مطمئنم که خداوند دعاهای ما رو همه میشنوه و اگر اراده اون باشه، برای خیریت ما باشه، جواب میده. عزیزان امیدوارم که شما هم هفته‌ای پر از برکت و جواب دعا داشته باشین و مطمئن هستم که خداوند بر حسب اراده نیک و پسندیده خودش جواب دعاهای شما را میده. به ما ایمیل بزنین و از جواب دعاهای خودتون برای ما بنویسین. خیلی خوشحال میشیم هفته‌ای پر از برکت و شادی داشته باشین. خدا به همراه تک تکشون باشه.